سلام، من برگشتم. امیدوارم حال همه خوب باشه و همش خبرهای خوب بشنوید. من برگشتم این دفعه با یک موضوع خیلی جالب که مدت هاست دربارش حرف میزنم و گفتم میخوام توی یه ویدیو دربارش توضیح بدم. امروز میخوایم با همدیگه درباره یکی از مهمترین و شاید بگم مشهورترین مبارزات حقوقی زنان در قرن 21 صحبت کنیم. مبارزات حقوقی تیم ملی فوتبال بانوان آمریکا که بالاخره در فوریه 2022 تونستن به نتیجه برسن، بعد از حدود 5 و 6 سال مبارزه به حق خودشون رسیدن. با من همراه باشین که امروز میخوایم درباره این موضوع که از کجا شروع شد، چرا شروع شد، کی حمایت کرد، کی مخالفت کرد و چی شد که این شد صحبت. داستان از سال 2016 شروع شد. هر کی فوتبال بانوان رو دنبال کنه، یه اصلا بذاریم بگم، هر کی فوتبال بانوان رو دنبال نکنه میدونه که تیم ملی فوتبال بانوان آمریکا قوی ترین تیم در دنیا است و کلن وضعیت ورزش زنان و به صورت کاملا بسته فوتبال زنان توی آمریکا متفاوته با هر جای دیگه توی دنیا، حتی انگلستان. پس لطفاً این کلیشه های مقایسه ای رو فعلا بذارید کنار، بیاییم با هم دیگه ببینیم چه اتفاقی افتاد. تو سال 2016 اول یه سری از بازیکنان، تمام بازیکنان تیم ملی بانوان آمریکا شکایتی رو ارسال کردن به دادگاه عالی آمریکا که هیچ اهمیتی از طریق فدراسیون به تیم زنان داده نمیشه، نه غرامت برابر دارن نه حقوق برابر دارن. 5 تا بازیکن، خانم براون، خانم لوید، خانم راپینو، خانم مورگان، خانم هوبسولو که هر 5 تاشو مطمئنم میشناسین، این 5 نفر اومدن شکایتی رو هم جداگونه ارسال کردن به کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر توی آمریکا و گفتن اصلاً داخل فدراسیون فوتبال آمریکا به صورت سیستماتیک به زنان اهمیتی داده نمیشه و اصلاً به حقوقشون اهمیت نمیدن، هر چقدر هم که اینا شکایت میکنن در داخل در واقع فدراسیون. تا اینجا پس از سال 2016 داستان شروع شد. اما سوال اینه چرا شکایت کردن؟ مگه چقدر حقوقشون متفاوت بود؟ مگه چه کار میکردن که این حقوق رو میخواستن؟ یک حقوق برابر با مردها. تو قسمت بعدی به این میپردازیم. خانم کاری لوید که خیلی ها فکر میکنم بشناسینش و اخیراً از دنیای فوتبال خداحافظی کرد، کاپیتان تیم ملی آمریکا، تو آوریل 2016 یعنی تقریبا 2 ماه بعد از شکایت اولیه‌ای که داشتن در مورد دستمزدهای برابر، توی مصاحبه گفتش که چرا دلیل این که دستمزد برابر میخوان چیه؟ و اون دلیل رو اینجوری مطرح کرد که تیم ملی زنان آمریکا در مقایسه با تیم مردان درآمد بیشتری داره برای فدراسیون فوتبال آمریکا. پس حق این رو داره که دستمزد بالاتری و حتی برابر با مردها داشته باشه. و این داستان شکایت ها در مرحله بعدی به جایی رسید که تمام بازیکنان تیم زنان آمریکا اعلام کردند که به دادگاه ایالتی ایالات متحده اعلام کردند که تا پایان 2016 میخوان قراردادهاشون رو لغو کنن. پس 2016 یک شروع طوفانی برای فوتبال زنان در آمریکا بود و یک مبارزه کاملا فوق‌العاده در قرن 21 برای حقوق برابر برای همه زن. از سال 2016 تا سال 2019 شکایتی که بازیکن‌ها داشتن راه به جایی نبرد و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، کسی در واقع بهش هیچ اهمیتی نداد، یه چیز ساده بود برای کسایی که توی دادگاه بودن. اما سال 2019، همون سالی که جام جهانی برگزار میشد، همون سالی که تیم ملی زنان آمریکا باز هم قهرمان جام جهانی شدن، هر 28 تا بازیکن اومدن یه شکایتی رو این دفعه دوباره تنظیم کردن، این دفعه به صورت ریز ریز درباره تمام تبعیض‌های فدراسیون فوتبال آمریکا صحبت کردن، درباره تمرین، هتل، غرامت‌ها، دستمزدها، هر چیزی که فکرشو کنید. برای مثال تیم مردان آمریکا حتی اگه یه بازی رو میباخت $5,000 هر بازیکن پاداش میگرفتن، اما تیم زنان آمریکا میباختن و مساوی میکردن هیچ پاداشی گیرشون نمیومد. اینها توجه کنید داخل فدراسیون آمریکا میگن، فعلا با فیفا هیچ کاری نداریم. برای مثال اگر بازی رو میبردن مردها حدود $17,000 حدودی دارم بهتون میگم، $17,000 پاداش میگرفتن، اما زنها حدود $1,000 $1,350 اگر اشتباه نکنم
و دقیق بگم پاداش دریافت میکردن. و خب این باعث شد با توجه به درآمدی که تیم زنان آمریکا داشتش برای فدراسیون، قهرمانهایی که می آورد و حتی تو بخش مدلینگ و تبلیغات در واقع خیلی بهتر از تیم مردها عمل میکردن، باعث شدش که دوباره شکایت از سال 2019 شروع بشه. اما این بار زنان تیم ملی آمریکا دیگه تنها نبودن و مردم و تماشاگران و طرفداراشون دفعه کامل چند تا مثال براتون بزنم، چند تا مثال عددی. تو سال 2011 تیم زنان آمریکا نایب قهرمان جهان شد. اومدن کلن 1,800,000 دلار به تیم زنان پاداش دادن که این 1,800,000 دلار به طور مساوی بین 24 تا بازیکن تقسیم شد. اما همون سال تیم مردها تا 16 نهایی پیش رفتن و هر بازیکن مرد حدود 5,000,000 دلار در واقع پاداش دریافت کردن. خب این در مقایسه با هم دیگه خیلی وحشتناک، شاید میشه گفت 1/5 اون چیزی که زنها دریافت میکردن به خاطر اون مقام بالاتری که کسب کردن، سود بالاتری که برای فدراسیون آوردن رو هم مردا کسب نکرده بودن. برای فیفا هم متفاوت بود. فیفا هم در واقع میشه گفت تبعیض‌هایی که داشت شاید بدتر از فدراسیون فوتبال آمریکا هم بود. شکایت سال 2019 بازیکنان تیم ملی زنان آمریکا حدود 66 میلیون غرامت می‌خواستن برای سال‌های قبل، تمام بردهایی که کسب کرده بودن. چرا؟ چون طبق قانون هفتم حقوق شهروندی توی آمریکا با توجه به شرایط کار حقوق برابر باید دریافت کنن. خب شرایطی که زنها در واقع توی فوتبال دارن، تمرین‌هایی که می‌کنن تقریبا با مردها یکسانه. درسته سطح تیم‌هایی که مقابل همدیگه قرار می‌گیرن متفاوته، اما شرایط کارشون یکسانه، پس حقوق برابر باید بگیرن. که این غرامتی که می‌خواستن الان بهتون گفتم توسط دادگاه رد میشه. اما توی جام جهانی تمام هواداره تیم ملی آمریکا شروع می‌کنن به شعار حقوق برابر دادن و این توی همه رسانه‌ها بعد از تقریبا 3 سال مبارزه از 2016 تا 2019 توی همه رسانه‌ها مثل یک بمب میترکه و این بار مردم به زنان آمریکا کمک میکنن که به سمت اون حقی که میخوان حرکت کنید. داستان همینجوری با یه موج آروم حرکت کرد و رفت جلو و هیچکی این وسط مسخره نکرد، تحقیر نکرد، توهین نکرد و حرفی نزد. تو سال 2020 یکی از در واقع اعضای USSF اومد گفتش که در واقع بهتر بهتون بگم زنا رو تحقیر کرد، گفت زنا کار برابر انجام نمیدن، مهارتی که مردا دارن رو ندارن، اصلا دارن کار خاصی انجام نمیدن، اصلا فوتبال مردا کاملا متفاوته، پس چرا باید حقوق برابر بگیرن؟ دارن کار خاصی انجام نمیدن، یه کار ساده و سبک رو دارن انجام میدن، چرا باید حقوق برابر بگیرن؟ که خب این یه جنجال وحشتناکی رو در واقع ایجاد کرد تو ایالات متحده و تا سال حدود 2021 دوباره این آقا استعفا داد. البته بذار اینو بهتون بگم داستان این آقا چی شد. انقدر فشارش زیاد شد این آقا استعفا داد، نفر بعدی اومد. تو سال 2021 اگه یادتون باشه گفتم 2019 شکایت داشتن هر 28 تا بازیکن خیلی دقیق درباره غرامت ها، هتل، زمین تمرینی. تو سال 2021 خارج دادگاه اومدن قوانین رو تغییر دادن و این مشکل ها حل و فصل شد، فقط مون موضوع دستمزدها، افزایش دستمزدها، گرفتن غرامت که تا فوریه 2022 تقریبا چندین ماه پیش تو. اما نهایتا در 22 فوریه سال 2022 با حمایت رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن و حمایت بی‌سابقه مردم آمریکا از تیم ملی زنان آمریکا بالاخره در دادگاه پیروز شدن. 24 میلیون غرامت گرفتن به خاطر تمام افتخاراتی که قبل از اون کسب کرده بودن و پاداشش رو به صورت مناسب و کامل دریافت نکرده بودن و حقوق برابری در تمام مسابقات، مسابقات از جام جهانی بگیر تا بازی‌های دوستانه با مردها کسب کردن و تونستن پیروز بشن و تبدیل شدن به زنان تاریخ ساز در تمام دنیا.
یه جمله خیلی قشنگی هست، میگن کسایی که تاریخ نمیخونن، ملتی که تاریخ نمیخونن تاریخ رو تکرار میکنن. ما الان یه تاریخی رو با هم دیگه خوندیم و از این تاریخ میتونیم درس بگیریم برای مبارزات خودمون، برای زنان خودمون، برای اینکه حقوقمون رو کسب بکنیم. ما میتونیم از این درس بگیریم، نه اینکه بدون اینکه اینها رو بررسی کنیم شروع بکنیم به مبارزه کردن و اشتباهاتی که قبلا انجام شده یا نشده رو دوباره تکرار کنیم. پس میتونیم از این مبارزه درس بگیریم. حالا یه سری ها توی کشور ایران میتونن موافق این اتفاق توی آمریکا باشن و میتونن موافق نباشن، در صورت به اونا ربطی نداره. توی آمریکا مردم از این اتفاق راضی بودن و خوشحال بودن که این اتفاق افتاد، برای اینکه تیم ملی زنان آمریکا افتخاراتی رو برای اونها کسب کرده که تیم مردها حالا نمیتونه این کار رو بکنه. حالا شاید سطح بازیش پایین‌تر از مردها باشه، برای اونها این تفاوتی نداره، مهم افتخاراتیه که کسب شده و اسمیه که بالا رفته. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. هر سوالی هر موضوعی هستش خوشحال میشم با من مطرح کنید. اوقاتتون خوش.